سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به شمار بالای اعدام‌ها در ایران هشدار داد. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از افزایش هشدار دهنده اعدام‌ها در ایران خبر داد و خواستار لغو احکام اعدام شد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای گفت استفاده ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزار ارعاب نشان دهنده سوء استفاده وحشتناک از قدرت است و کشورهایی که به ایران نزدیک هستند باید خواستار توقف فوری اعدام ها شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به اعدام دست کم 87 نفر تنها در یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران درباره اوجگیری روند اعدام ها از سوی دستگاه قضایی ایران هشدار داده است. شمار اعدام ها در ایران به نسبت جمعیت آن نشان می دهد که ایران بیشترین شمار اعدام را در جهان دارد. طبق گزارش عفو بینان ملل در سال 2023 دست کم 853 نفر در ایران اعدام شدند که در قیاس با سال قبل 48% افزایش داشته و این سازمان بینان مللی دلیل آن را تلاش حکومت ایران برای ایجاد ترس و خفقان در میان مردم به دلیل اعتراض به عملکرد حکومت تعبیر می کنند. به تازگی ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از موج اخیر اعدام‌ها در ایران شدیداً ابراز نگرانی کرد. آبان سال گذشته نیز آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل درباره سرعت نگران کننده اجرای احکام اعدام در ایران هشدار داده بود. بر اساس تحلیل فعالان و سازمان‌های حقوق بشری این تشدید هشدار دهنده اعدام‌ها بر روند نگران کننده افزایش خشونت و سرکوب دولتی در ایران تاکید می‌کند. طبق دیدگاه این فعالان و سازمان‌ها استفاده از مجازات اعدام در ایران منعکس کننده مسائل گسترده‌تری در رویه‌های حقوق بشری این کشور است و نگرانی‌های جدی را در میان جوامع بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری ایجاد می‌کند. گفتنی است در حالی که جامعه بین‌المللی شاهد این اعتراض‌ها نسبت به رویه ایران است، درخواست فزاینده‌ای برای فشار دیپلماتیک به مقام‌های ایرانی به منظور رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران وجود دارد. دکتر آرش هنرور شجاعی، دین‌پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر آلمان پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام و عرض ادب. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه دستاندرکاران و گردانندگان این شبکه وزین و این برنامه گرامی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. آقای دکتر، تحلیل شما از افزایش اعدام‌ها در ایران حتی پس از انتخابات ریاست جمهوری چیه و آیا امیدی به بهبود این وضعیت هست؟ بفرمایید. ببینید، به طور خاص افزایش روند اعدام در ایران یک امری است که از به اصطلاح دو سال گذشته و از زمان به اصطلاح جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد و علاوه بر موارد قبلی که در مورد اعدام قوانین اجازه داده بود به دستاندرکاران که اعدام ها رو اجرا بکنند و حکم اعدام بدهند که رویه خودش رو پیش میره، این هم بهش افزوده شد. اما به نظر من تنها کارکردش ترساندن مردم و ارعاب نیست که قطعا هست، بلکه برای خود حکومت جمهوری اسلامی این یک نشانه علائم حیاتی خودشه. وقتی دستگاه اعدام و سرکوب کار بکنه، یعنی جمهوری اسلامی داره درست کار میکنه و تسلیم فشار دیپلماتیک و فشار بین‌المللی نشده، تسلیم کارزارها نشده، تسلیم فشار کشورهای دیگر و روند جهانی نشده، این نشان دهنده اینه که جمهوری اسلامی احساس میکنه که خودش در سلامت کارکردی به سر میبره. بله، ممنونم. با تشکر از دکتر آرش هنرور شجاعی، دین‌پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.